فرض کنیم شما یه شبکه کوچیک دارید مثلا یه مغازه یه دونه خونه یا یه شرکت خیلی کوچولو که یه سری دیوایس ها روشن هستند و میخواید برید اونجا آی پی همه کامپیوترها رو بتونید در بیارید که یه جایی ثبت کنید یا یه کانفلیکتی رو پیدا بکنید شاید بگید میرم مودم رو باز میکنم لیست آی پی آی که داده رو مشخص میکنه بله ولی آی پی آی که خودش داده نه آی پی آی که شما به صورت دستی ست کرده باشید شرکت شدتون هم اونقدر بزرگ نیست که دیوایس حرفه‌ای برای این کار داشته باشید چیکار میتونید بکنید باید از حسه نرم افزار ترد پارتی استفاده کنیم امروز قرار نرم افزار ادونس آی پی رو بهتون معرفی کنم نرم افزاری که رایگانه و خیلی راحت و قدرتمند این کار رو واسهتون انجام میده با من همراه باشید سلام من ادشیر کاوینا اینجا کانال کامپیوتر و خوش اومدید به یه قسمت دیگه از نرم افزارهای کاربردی امروز قرار نرم افزار ادوانسد آی پی اسکنر رو بهتون معرفی بکنم یه نرم افزاری که به شما کمک میکنه همه دیوایس های روشن شبکتون رو توی چندین رنج آی پی با همدیگه پیدا بکنید چه کاربردی داره شما یه هایپر وی دارید که یه سری دیوایس توش روشن هستن یه دونه وی ام ور دارید یه سری دیوایس روشنن و یه سری کامپیوترم دارید به صورت فیزیکی که اونجا دارن کار میکنن دوربین هم حتی توی اون شرکت هست و هر کدوم یه آی پی گرفته دوربینایی که به آر وصل دوربین آی پی بیس آی پی گرفتن. حالا چیکار میخواید بکنید چجوری جوری میتونید آی پی رو به دست بیارید از نرم افزار پارتی استفاده کردن راحت ترین کاره نرم افزار پارتی در از چیکار میکنه میاد به لیست به تک تک اون آی پی ها یه دونه پکت میفرسته و میبینه که روشن هستن یا نه و بعد حتی یه سری مشخصاتشون هم میگیره به شما نشون میده به واسطه پروتکل ICMP میتونه مشخصات رو هم بیاره ویندوزش چیه مثلا از کی روشنه یه سری چیزا رو میتونه به دست بیاره و بهتون نشون بده قبلا نرم انگری آی پی رو بهتون معرفی کرده بودم توی کامنت های اون ویدیو چند تا از بچه‌ها از جمله میلاد عزیز پیغام گوشن که نرسار ادوانس آی پی اسکنر تره اون رو هم معرفی کن به روی چشم امروز قرار بهتون معرفیش بکنم یه نکته تکمیلی بگم شاید شما شبکه بزرگ دارید و یه دیوایسی دارید که اون خیلی قشنگ حتی نقشه شبکه رو هم بهتون نشون میده سعی میکنم از یودیم خودمون یه عکس اینجا بذارم ببینید که جوری نقشه شبکه رو حتی برای ما در میاره و نشون میده توی شبکه ای که ما میخوایم این کار بکنیم اینجور چیزی وجود نداره یا حتی اول شبکه هست هنوز یودیم نیمده و میخواید بقیه چیزها رو پیدا بکنید این نرفزار کاربرد داره من روی کامپیوتری که قراره بتونم شبکم رو منیج کنم این افزار یا اون نرفزار قدری رو همیشه نصب میکنم و دارم روی لپتاپ هم نصب شده هست وصل میکنم و استفاده میکنم پس بسیار کاربردیه تو شبکه هاتون حتما میتونید ازش استفاده بکنید خیلی حرف نزنیم بریم تو کامپیوتر نرخ‌ها رو بهتون نشون بدم حالت‌های مختلف تو های مختلف هم بهتون نشون میدم که چجوری میتونه اطلاعات رو به دست بیاره و همین بریم برگردیم خب بریم با دیگه یه دونه نمونه کوچولوشو با هم دیگه ببینیم که چجوری نه کنید الان من ویچوال ماشینامو چند تا نشون روشن کردم یه دونه ویندوز 11 دارم که آی پی داره اینجا مثلا یه دونه لینوکس مینت دارم که آی نمیتونم ببینم یه میکروتیک دارم که اینجا به من نمیده یه 3 دارم که آی پی 36 رو گرفته اینا مثلا روشنه اینا رو واسهتون این برم باز کردم که ببینید مثلا جین استری من اینجا آی پی 36 میتونید ببینید بعد میکرو هم که نشون نمیده مینتم آی پی سی و ببخشید 41 هستش ویندوز هم که دیدیم 38 میکرو تیکر هم بخوام ببینیم من یه بین باکس باز کردم ببینید آی پی 42 رو داره خب من بعد از هر جایی یه آی پی رو دونه دونه پیدا بکنم ببینم که چه آی پی داره بعد من الان یه دونه مودم روشن دارم دو تا دونه گوشی موبایلم روشنه خود کامپیوترم روشنه میخوام همه اینا رو یک جا بتونم آی پی هاشون رو به دست بیارم کار میکنیم میخوایم از نرم افزار ادوانس آی اسکنر استفاده بکنیم خب برای دانلود کافیه به سایت advanced-ip-scanner.com بیاید سرچ بکنید advanced ip اسکنر میاره نسخش رایگانه میتونید دانلود بکنید این محیط نرم افزاره و شاید وسطتون پیش بیاد که خب چرا اینجور نرم افزار رایگان و اینا نه کنید یه نرم افزار دارن به اسم رادمین که بعدا به سراغ اینم میایم که اون دیگه پولیه یعنی با این نرم افزار اون یکی رو میکنن و برای اون مشتری پیدا میکنن اونم نرم افزار خیلی باحالیه البته مشابه های دیگری هم داره ولی خب نرم افزار خوبیه بعدا به سراغ اونم میریم بریم ما هم دیگه این نرم افزار رو دانلود و نصب کنیم من فایلش رو دانلود کردم و بریم اجرا کنیم اگر از سایت ایرانی بگیرید نسخه پورتیبلش هم هست ولی به این شکلیه که میبینید من این فایل رو دانلود کردم بازش میکنم نا کنید زبون رو انتخاب میکنیم اوکی اینجا دوتا گزینه میاره یه گزینه اینستال میاره اگه میخواید نصبش بکنید که همیشه باشه یه دنم گزینه ران داره که پورتیبل بتونید استفاده بکنید دیگه به خودتون بستگی داره من اینجا ران رو میزنم نصبش نمیکنم بذارید نصب بزنم سخت تر باشه گزینه ادوانس ستینگ هم داره اگه تنظیمات بیشتر بخواد ببینید که کجا نصب بشه و چه جوری باشه حتی اینجا دوباره تیک پورتیبل ورژن داره میتونید بزنید و قوانینش رو قبول کنید و سال پس چیز خاصی نداره نصبش هم کردیم با هم دیگه نرم رو اجراش میکنم حواستون باشه تو همون شبکه ای اجراش کنید که میخواید کامل بتونید سرچش کنید خب نکته مهمش اینه الان نگاه کنید چقدر آی پی اینجا تشخیص داد قضیه چیه چرا این آی پی ها رو برداشت گذاشت اینجا به خاطر اینکه این آی ها روی تمام کارت های کامپیوتر من سته شما شاید یه دونه کارت شبکه بیشتر نداشته باشید و فقط یه دونه واسهتون بیاره ولی من چون چندین کارت شبکه دارم روی هر کدوم هم یه دونه آی پی سته میبینید اینجا کارت شبکه تیلزمه، همه اترنت همه بعد این یکی مربوط به کریو این یکی مربوط به ویلچوال باکس وی دوتاش دو تاش برای وی یه دونهش واسه هایپر چون رو هر کدوم یه دونه آی مختلف دارم اینجا همه رو برام برداشت اوورد گذاشت ولی میتونم هر کدوم نمیخوام حذفش کنم خب فقط نواستون باشه ببین 169.254.01 صف یک این میشه یه رنج 16254 255 254 دوباره این یکی دیگه من این دوتا رو که نمیخوام هیچی این 172 یا مربوط به وی ام هست میگم آقا اینا رو هم نمیخوام شما میتونید بذارید باشه همه رو با هم دیگه سرچ بکنه من این سر هم کاش ندارم این سه یک رو من کار دارم پس من بقیه رو کامل پاک میکنم و فقط میگم همین سه که باشه میتونستم همه رو یه جا پاک کنید و اون آی که خودتون میخواید تو همون رنجی که میخواید آی سیستم خودتون رو میبینید ببینید اینجا میزنم CMD آی پی کانفیگ آی که نه دینا تمام آی پی های کامپیوتر منه میبینید آی پی که من میخوام رو میدونم که این آی پی اصلی منه به کارت شبکه من وصله اینه 373 پس من 31 تا 3254 رو میخوام سرچ بکنم 3968631 254 میزنید این شکلی و اینجا اسکن رو میزنیم فعلا دست به تنظیمات نمیزنیم ببینیم که چه چیزایی رو پیدا میکنه اینجا میره دونه دونه چک میکنه الان داره به تمام آی پی هایی که به تمام آی پی هایی که اینجا گذاشته از سه یک تا سه دویس و چهار دونه دونه بسته پینک میفرسته ازشون جواب میگیره خب نگاه کنید الان رفتش پیدا کرد 8 تا دونه لایو 246 تا دونه رو آن نتونست پیدا بکنه پس این تمام آی پی هاییه که الان تو شبکه من روشنه سه یک که دستگاه مودم هم هستش بعد نا کنید اونایی که بغلش میشه باز کرد اگه باز کنید حتی رفته چک کرده که آقا چه دیوایسیه و چه جور کاری انجام میده قشنگ مشخصه آقا HTTP تونسته بره وصل بشه C2 رو نتونسته فقط میدونه که مال شامیه بعد شماره 336 سی سی دوباره بازش بکنید نا کنید دی پی و GNS3 WebUI به خاطر اینکه تونست نار تشخیص بدهیم جی 3 مون بودش که نشون دادم اینجا 336 بود دقیقا تونست تشخیص بده که آقا این 336 جی ان استری هست مایکروسافت کوپریشن تونست تشخیص بده نتونست دقیق بگه که مال کجاست ولی این بعد از رپورتاش تونست 338 که کامپیوتر خودمه اکا جی مینت دقیقا آی پی لینوکس مینت همه 42 دو دوباره میکروتی کمه کنید از اینجا مشخص میشه که آقا یه روتر او اس قشنگ مشخصات شو 49 شامی گوشی موبایلمه و ایکا جی یازدم این که هم خود همین کامپتر همی که مادربردش رو شناخته و حتی مدل مادربرد آورده پس این از ریزالتی که کامل میاره خیلی مشخص و دقیق حالا بریم بقیه گزینه رو ببینیم این گزینه آی ببینیم چیه آی رو که میزنم دوباره ببین همه آی پی ها رو میاره سی رو که بزنم چی سابنت های کلاس سی رو واسه میاره خب سابنت های کلاس سی رو میره میکنه آی پی رو بزنیم همه آی پی ها رو واسه میاره پس این دوتا رو گوشته واسه اینکه کارتون ساده تر بشه نخواهید دونه دونه تایپ بکنید این گزینه اینجا رو که بزنید همه رو براتون باز میکنه اینو بزنید دوباره میبندتش چیزا خاصی نداره اینجا گزینه‌های دم دستی خیلی راحتیه تو منو چه چیزایی داره لود فرام فیوریتس داره که میتونید اگر خواستید فوریت کنید اینا رو نگه دارید بعدم فایل ایکس رو فراخونی کنید اگه خواستید سیو کنید سیو ازش بکنید پرینت بگیرید این گزینه‌ای که وجود داره تو تب ویو همون امکاناتی که اونجا دیدیم نه حتی گزینه ردمین تول بار داره که اگه این رو بزنید امکانات ردمین رو هم بهتون میده فقط اینا در صورتیه که شما دیگه ردمین رو اعتقادا نصب داشته باشید من که میزنم روش میگه آقا باید بیل ردمین رو نصب کنی تا بتونم این کار رو وسط انجام بدم من کنسل میکنم و مثلا اکشن تول بار داره یه سری اکشن های بیشتر نا کنید این چکینگ هایی که اون موقع انجام داد گزینه اینجا هست میتونیم اگه خاصیم انجام بدیم مثلا ویکان آنلن دی پی بزنیم مثلا من میگم آقا به این شماره این کامتر هم چند بود ویندوز سی و هش. آقا به سی و پی بزنیم نا میره سعی میکنه با ریموت حساب بش بزنه پس یه سری گزینه اینجا ساتون میاره که دم دستی تر باشه و کامل تر من این رو میذارم فعال باشه ولی این ردمین تولپا رو قطعش میکنم بعد دیگه دیتیلز پن اگه بزنید اینجا یه دیتیلز میاره که اطلاعات بیشتر در مورد هر کدوم داشته باشه توی ستینگش یه آپشن داره که یه سری امکانات اینجا بهتون میده چه پورتایی رو بر سرچ بکنه برای ردمین مثلا کدوم رو داری استفاده میکنی تب پرفورمنس میتونی سرعت اسکن کردن رو ببری بالا یا بیاری پایین که گفته آقا سی پی یوزج بیشتری مصرف میکنه و این هم خاصی نداره دیگه لنگویجش رو میتونید تغییر بدید حتی زبان فارسی پشتیبانی میکنه و اینم که ایچی پس ردمین هم دوتا گزینه ردمین ویور و سرور رو هم میتونید نصب کنید با خیال راحت چون رایگانه میتونید آپدیتش کنید هر وقت خواستید و از آخرین آپدیت استفاده کنید پس یه نرفسار جمع جور که میتونه خیلی خیلی کمکتون بکنه وقتی که میخواید تمام دیوایساتون رو پیدا بکنید و مشخصاتشون رو یک جا داشته باشید پیشنهاد میکنم حتما رو لپتاپتون که میرید جاهای مختلف برای سرویس داشته باشید و بتونید ازش استفاده کنید اگر هم شرکت به صورت ثابت هستید حتما روی یکی از کامپیوتراتون که نرم افزارهای منیج کرده تو وجود داره این رو هم نصب کنید یه روزی به کارتون میاد و میتونید استفاده بکنید قبل از اینکه گیر کنید و بخواید یاد بگیرید یه بار تست کنید یاد گرفته باشید که اون موقع بتونید سریع ازش استفاده کنید من ادشری کاوینی هم اینجا کامپیوتره لایک و کامنت کامنت یادتون نره خوشحال اون میکنید اگه میتونید از طریق درگاه های باش یا درگاه پیپل حمایت مالی هم انجام بدید مرسی فعلا خدا نگهدار